جام جهانی شطرنج، دور دوم، بازی های تکمیلی، رویارویی حساس الکساندر گریشوک در برابر بردیا دانشور. بردیا دانشور رو همگی میشناسیم و یکی از بازی های زیباش رو توی کانال بررسی کردم که لینکش رو توی توضیحات ویدیو میذارم. اما الکساندر گریشوک، معروف به ساشا، بازیکنی که سابقه عبور از ریتینگ 2800 رو داره و یکی از سرعتی بازان و بلیتس بازان قهار شطرنجی که سابقه 3 بار قهرمانی بلیتس جهان رو هم داره. توی بازی های فکری این دو بازیکن مقابل همدیگه به هیچ نتیجه ای نرسیدن و هر دو بازی مساوی شد و بردیا تونست خیلی خوب بازی کنه. توی بازی های سری بازی اولشون گریشوک سفیده و بردیا دانشور سیاه و به این آخر بازی بسیار آموزنده رسیدیم که سفید یه کمی بهتره چون رخش در عرض هفتمه، شاهش هم بهتره و تنها کسی که برای برد بازی میکنه سفیده، اما سیاه میتونه این وضعیت رو نگه داره و اینجا لحظه حساس بازی هستش. بردیا در این وضعیت حرکت 3-5 رو بازی میکنه که یک اوورلوک و اشتباه فاحش هستش. این حرکت رو حتی سایت chess.com هم خیلی نمیفهمه، انجینش در ابتدا فکر میکنه این حرکت هم اوکی و سیاه به مساوی میرسه، اما بعد از این حرکت به نظر من سفید کاملا برنده هستش. حرکت درست سیاه این بود که اینجا وایس منتظر بمونه. یکی از ایده های سفید G4ه، پس سیاه میتونست رخشتو رو بازی کنه که یک فشاری روی پیاده H داشته باشه. الان اگر سفید بیاد به این پیاده حمله کنه سیاه رخش بر میگرده و خلاصه اگرم G4 بازی کنه سیاه میزنه و بعد شاه رو F7 میذاره، سفید باز هم یکم بهتره ولی سیاه با دفاع خوب میتونه این وضعیت رو نگه داره. اگرم رخ به C7 میومد باز اینجا رخ در آدو وجود داشت و سیاه به راحتی به مساوی میرسید. ولی این حرکات انتظاری توی تنگ زمان خیلی راحت نیست، همونطور که میبینید سفید 16 ثانیه و سیاه هم 33 ثانیه وقت داره و این حرکت ساده نیستش و 3-5 میره به دنبال ساده کردن جناح وزیر و اینکه بازی رو ساده کنه و اما حرکت بسیار ساده رخا 5 این پیاده ها رو به سیخ میکشه و سیاه الان نمیتونه به راحتی دفاع کنه. اگرم حتی B4 رو بازی کنه سفید میزنه و بعد از رخ در آدو رخ C4 پیاده B4 رو میگیره و سفید توی این آخر بازی برنده هستش که شبیه رو توی بازی میبینی. بعد یا 3-4 رو بازی میکنه میزنه و اینجا یه اشتباه دیگه، البته سایت chess.com میگه 3-3 خیلی برتری نداره ولی اگه جلو بریم میفهمیم اینطور نیستش و سفید برتری بسیار خوبی رو داره. این پیاده رو پیش میرونه و در ادامه با پیشروی این پیاده و رخ و شاه سیاه رو یکم گیر میندازه و سیاه بعد از این سلسله حرکات سفید شاهش رو میذاره توی خونه ای3، تهدید رفتن به F4 رو داره. سیاه نمیتونه برگرده چون سفید با B7 میبره و این آخر بازی برای سفید برنده هستش. اگر هم کار دیگه ای انجام بده مثلا رخ B5 شاه نفوذ میکنه و سفید به این شکل بازی رو میبره در آینده. پس اینجا دیگه بازی از دست رفته هستش. توی آخر بازی ها معمولا انجین ها اشتباه میکنن، حواستون باشه که یکم جلو بریم ببینیم چه خبر. توی بازی اما رخ در آدو میزنه، به در 3-4 پیاده اضافی برای سفید ایجاد شده و سفید این پیاده رو میرونه، پیاده رونده قدرتمندی داره، با شاه میاد و این رخ رو از اینجا دور میکنه. اگرم رخ به 3-1 میرفت شاه سفید به خونه D4 میرفت، آماده جدا کردن رخه و اگرم کیش بده شاه میاد توی 3-4، بازم کیش بده شاه میره توی D5 و شاه خودش رو میره برای جلوی پیاده و بعد از اون سفید کاملاً برنده هستش. توی بازی سیاه میره رخ G4 رو بازی میکنه اما پیاده رونده رو سفید میرونه. طرح اصلی توی آخر بازی اینه که پیاده رونده رو برونیم، رخ میاد شاه رو قطع میکنه، بسیار نمونه‌ای و زیباست، این شاه باید قطع بشه و سفید این کار رو به خوبی انجام میده. بعد از این سیاه میزنه، شاه سفید وارد میشه و این روزها معمولا توی آخر بازی تبحر خاصی دارن و آخر بازی رو خیلی خوب بازی میکنن. این پیاده وقتی به 3-7 میرسه مورای سیاه رو فلج میکنه و شاه به B7 میاد و بعد از اون رخ در H5 هم بازی میشه، تمام امکانات سیاه رو از بین میبره، حرکت بعدی وزیر میشه و سیاه این بازی رو میبازه. این از بازی اول، بریم بازی بعدی رو ببینیم. در بازی دوم بردیا باید حتما ببره تا بتونه بازی ها رو به مساوی بکشونه. اینجا وضعیت به این وضعیت رسیده و سیاه هم وضعش بهتره، انگلیشوک وضعش بهتره، پیاده جناح وزیرش پیشروی بسیار خوبی رو داشتن و در ادامه میتونه از اینها استفاده کنه. اینجا گریشوک خیلی هم خوب بازی میکنه، فیلشو میذاره E6، پیاده E5 رو قربانی میده و سفید میزنه، سیاه فیلشو به خونه B3 میاره و بعد از فیل در F6 وزیر در F6 وزیر D2 سیاه وزیرش به D4 میرسه. سیاه یه پیاده داد ولی وزیرش توی خونه D4 پیشروی پیاده های جناح وزیر رو در آینده خواهیم داشت و این وضعیت خیلی برای سفید ترسناکه. اما بردیا اینجا خیلی خوب بازی میکنه، 3-6 رخ 3-8 کماکان برتری با سیاه، هر کدوم دارن کار خودشون رو میکنن، سفید هم پیشروی خودش رو انجام میده.
فیل به خونه ده پنج برمیگرده 3-7 و اینجا یک اشتباه تاکتیکی از الکساندر گریشوک اینجا باید رخش رو به 6 میذاشت، سیاه یکم بهتر بود، شاید هم بازی متعادل بود، اما رخ رو به 7 میذاره و اینجا یه حرکت تاکتیکی خیلی خوب، رخ رو میذاره 3-4 و پوزیسیون سیاه یکم به مشکل برمیخوره و بعد از اون حالا داره پیاده B4 رو میگیره سفید، سیاه زده و فیل در B7 میشینه به رخ، رخ میزنه، وزیر در B4، وزیر در D3 و سیاه اون برتری که داشت رو از دست داده و بعد از وزیر در A4 الان سفید پیاده پیشه. البته این دوتا علامت خوب نداره که سایدینه، چون اگه بزنه خب کیش میده رخ رو میگیره دیگه، دوتا علامت خوبه چیه. اینجا وضعیت اما از دست نرفته، ولی خب بازیکن که این چیز رو نمیبینه، این تاکتیک رو نمیبینه، روی بازی اعصابش خیلی خورد میشه، احتمالا گریشوک هم به همین شکل بوده و اینجا یه حرکت بد دیگر رو بازی میکنه و بازی کاملا بازنده میشه. اینجا اگه وزیر D7 میکرد سفید مجبور به تعویض وزیرها بود و این آخر بازی، هرچند برای سیاه خیلی سخته ولی شاید امکان حفظش باشه، البته شاید هم نباشه و الکساندر گریشوک با اون دانش بالای آخر بازیش به این نتیجه رسیده که این وضعیت به درد نمیخوره و وزیر 3-3 رو بازی میکنه که حرکت خیلی بدیه. سفید به عرض هشتم نفوذ میکنه، یکیش میده، شاید همه اینها رو حساب کرده گفته اوکی، ولی این حرکت ریز رو ندیده که رخ به خونه D1 میاد و داره میره توی D8 و مات میکنه و بعد از این هیچ دفاعی تقریبا وجود نداره. H5 رخ میره تو D8، وزیر کی شاه میاد بالا و بزنه هم فیل میاد توی G2، همه چیز امن و امانه، داریم مات میکنیم اینجا و دفاعی نداره. سیاه اومده شاه گذاشته چیش که از اینجا فرار کنه، سفید هم گفته خبری نیستش و تونسته یه ابر استاد بزرگ رو توی این بازی بعد از 4 ببره و توی بازی سریع 25 دقیقه هم تکلیف این رویارویی مشخص نشد و میره به بازی های 10 دقیقه که حالا بریم بازی سوم رو ببینیم. و اما بازی سوم این دو بازی بسیار زیبایی بود که میریم از اول بازی میبینیم گریشوک سفید، بردیا سیاز، بازی با حرکه 4 آغاز میشه، 3-6-4-5، این توی بازی اول هم بازی شد، از 3-3-4 از 3-4 توی بازی اول بردیا F5 رو بازی کرد و چون تجربه خوبی نداشت این بازی اسب F6 رو بازی کرد، میزنه پیاده میاد 3-3، سفید یه برتری مختصری توی این شاخه داره، معمولا اسبش رو از خونه ای2 بیرون میاره، توی بعضی وقتا حالا قله کوچیک میره این فیل رو اینجا عوض میکنه، البته اگه امکانش باشه، اینجا که امکانش نیست، بعضی وقتا هم قله بزرگ میره، مثلا اینجا H5 سیاه H5 بازی میکنه که پیاده H7 رو دفاع کنه و اگر هم سفید قله بره سیاه H4 رو بازی میکنه و بازی یه شاخه است اینطوریه. ولی خب توی این بازی گریشوک میاد بعد از H5 فیلیسه رو بازی میکنه و 3-4 مرکز رو میگیره، فضای بیشتری رو میگیره، اسب فش و قله بزرگ میره، قله مخالف میره و بازی رو به دو جناح میکشونه. فیلیشی شاه به یک حرکت تکمیلی قلعه بزرگ، همیشه باید حواسمون باشه که شاهمون به جای امتری بره. رخ 3-8 سیاه داره آماده B5 میشه و اینجا یه حرکت ریز از گریشوک، حرکت آسه که خیلی درکش سخته، ولی دلیل اصلی این حرکت احتمال اینه که اگه سیاه B5 رو بازی کنه سفید اون وقت C5 رو بازی میکنه و بعد از فیل B8 اسب خونه 3-3 میاد و حرکت B4 برای سیاه اینجا وجود نداره و سفید میخواد در آینده D5 رو بازی کنه و احتمالا سفید برنده میشه. آس احتمال زیاد دلیلش اینه. بردیا هم اسب رو میذاره G6، سفید نمیتونه بزنه چون اگر این اتفاق ها بیفته خیلی وضع بد میشه، این خونه های سفید رنگ خیلی ضعیف میشه و این اسب هم که زیر ضربه، اگر هم اینو بزنه مثلا سیاه وزیر رو میذاره E7، این فیل ها بسیار نیرومند هستن، شاه سفید بسیار ضعیفه، سفید اصلا بازنده است که این وضعیت، پس این پیاده خوری ها مجاز نیست. سفید اسب رو میره 3-3، باز هم دنبال ایده هایی مثل D5 سیاه اسب F4 رو بازی میکنه، سفید کیش میده، شاه رو به H7 میرونه، میزنه فیل رو میذاره F5. اینجا ها رو سریع جلو بریم، وزیر میاد B3 به پیاده B7 میشینه، رخی هفت G3 به فیل میشینه، فیل چیش و حرکت H3 سفید یه جاهایی داره نشون میده که شاید بخوام G4 رو بازی کنم و سیاه فیل رو میذاره G7 که در آینده با F5 فیلش رو فعال کنه و اینجا سفید G4 رو بازی میکنه، سیاه هم H4 میبنده جناح شاه رو و اینجا D5. سفید داره ادعا میکنه که اسب من از فیل تو بهتره و تو این وضعیت هم تقریبا به همین صورت هستش. بازی هم همونطور که میبینید زمان هر دو بازیکن خیلی زیاد نیستش، هر دو خیلی فکر کردن، رخ D7، شاه آد و شاهش رو به یه جای امنی میبره. ببینید همه بازیکنان خیلی حساسن راجع به شاهشون، رخ E1
سفید یکم بهتره و وضعش هم راحت‌تره برای بازی کردن، ولی اینجا بردیا وزیرش وارد بازی میشه، امکاناتی رو خلق میکنه و بعد از این حرکات F5 رو هم بازی میکنه که جون تازه‌ای به وضعیتش میبخشه و امکاناتی خلق میشه. G در F5، اینا من بیشتر توقع وزیر در F5 رو داشتم، که هرچند که بعد از D6 سفید هنوزم بهتره، ولی بردیا با G میزنه و اینجا سفید باید از 3-3 رو بازی میکرد که میره از 3-5 رو بازی میکنه. هر دو توی تنگ زمانن و سیاه هم نمیبینه که اینجا وزیر در F2 حرکت بهتری هست. شاید هم سریع بازی کرد، فکر کنم اینجا خیلی سریع بازی کرد. بعد از اس در D7 وزیر در E1 بازی خیلی پیچیده میشه، اما انجین ها به نفع سیاه میدونن بازی رو. اما سیاه اینجا خیلی سریع رخو میذاره 3-7 و اینجا حرکت بسیار نیرومند، اسب A4 میاشد، بگین اسب توی گوشه صفحه گیر کرده، ولی این اسب این پیاده B2 رو حمایت میکنه و این در آینده خیلی مهمه. سیاه وضعش اینجا خیلی حساسه و باید خیلی خوب بازی کنه. خیلی هم معلوم نیست، مثلا کامپیوتر میگه باید شاه H7 رو بازی کنه، اما میره پیاده رو میزنه و میره میشینه رو رخ و از اینجا به بعد بازی رو میخوام تصویر بازیکنان رو هم داشته باشیم و بازی رو با تصاویر ویدیویی بازی با هم دیگه ببینیم. همونطور که میبینید ساشا حرکت D6 رو بازی میکنه و رخ خودش رو بیخیال میشه و به رخ سیاه میشینه، میخواد D3-7 بزنه، وزیر در E1 سفید کاملا برنده میشه و پیادش وزیر میشه، سیاه نمیتونه بزنه و سیاه اینجا خیلی مشکل داره. باید حرکت رخ C6 یا رخ D7 رو بازی میکرد، اما بعد از اون هم سفید بعد از رخ E7 کاملا برنده میشه، اما بردیا رخ رو به خونه C2 میذاره و میاد به عرض دوم حمله میکنه، ولی خب اسب سفید همه چیز رو حمایت کرده و مشکلی وجود نداره. سفید رخ رو به خونه E7 میذاره، به پیاده F7 فشار میاره، البته که نباید وزیر در F7 بزنه چون رخ در B2 مات میشه، اما غیر از اون سفید طرح D7 و روندن پیاده به خونه رخ به خونه E8 رو داره و سیاه کاملا بازنده هستش توی این وضعیت و کار خاصی هم نمیشه کرد توی بازی. فکر کنم اینجا B5 رو بازی میکنه و خیلی سریع هم سفید با وزیر میزنه و سفید کاملا برنده هستش. همونطور که گفتم طرح D7 و رخ E8 کیش رو داره، سیاه رخ رو برمیگرده به خونه C8 و اینجا D7 و بعد از اون رخ توی E8 کیش میده و سفید بازی رو میبره. ادامه بازی رو روی صفحه بهتون نشون میدم. ادامه بازی بسیار ساده هستش، سفید رخ رو توی وزیر رو توی رخ میزنه و اینجا یه سوار کامل جلوه و در ادامه بازی تکنیک آخر بازی رو میبینیم که نمیذاره مهرهای سیاه پیشروی کنه، اسب هم از شاه حمایت میکنه و این پیاده F4 رو هم به زودی سفید میخواد بگیره، پیاده F5 رو میگیره و بعدش باز هم رخ ها رو پشت سر هم دیگه میذاره که بخواد پیاده رو بگیره و بعد این پیاده رو هم میگیره. بعد نوبت پیاده بعدیه، حالا این رخ هم میاد به خونه H2 و سفید به این شکل این بازی رو میبره و بازی به کار به بازی چهارم کشیده میشه. حالا بریم بازی چهارم رو ببینیم. در بازی چهارم هم سیاه فقط به یه مساوی نیاز داره و بردیا دانشور باز هم حتما باید ببره تا بتونه توی جام باقی بمونه. به این وضعیت رسیدیم که سیاه تقریبا اوکی، همه چیزش نرماله و تعداد پیاده ها مساویه. سفید یکم فشار داره ولی خب چیز آنچنان نیستش. سفید حرکت F3 رو بازی میکنه و اینجا طبیعی ترین حرکت حرکت G3 بود که به مساوی میرسید، اما سیاه رخ رو میذاره G8، اینم خوبه، رخ B5 و اینجا سفید رخ رو میذاره H1 و میخواد از ستون H نفوذ کنه. گریشوگم میگه خب چیزی نیست این نفوذ، من کیشم بده شاه رو میرم تو خونه E7 و به مشکلی بر نمیخورم، به همین دلیل میاد رخو میذاره 3-8 که یه اشتباه خیلی بدیه. اینجا باید رخ H8 رو بازی میکرد و بازی تقریبا متعادله بعد از این حرکت، هرچند سفید یکم بهتره چون بعد از این زدن اینجا سیاه نمیتونه با فیل بزنه چون پیاده رو از دست میده و بعد از این سیاه یه پیاده عقبه، ولی خب جبران خوبی داره. هرچند میگم اگه از همون ابتدا جسه میکرد خیلی بهتر بود، ولی اینجا که رخو میذاره 3-8 سفید میگه این کیشو بگیر، بعد میاد اینجا یه حرکت آروم دیگه رخ ایسه و میخواد کیش برخواست بده. اینو سیاه ندیده، میخواد یه کیش برخواست کشنده رو بده و اگه شاه رو برداره پیاده D6 سقوط میکنه. کیش میده، شاه میاد اینجا مجبور دست از پیاده D6 بکشه و سفید میزنه. اینجا سیاه باید اینو میزد، اینو هم نمیزنه، شاه میذاره 3-7، سفید رخو میذاره F6، یه پیاده کامل جلو افتاد. این فیلش هم اینجا پادشاهی میکنه واقعا بعد از اینکه پیادش به خونه D6 بیاد و بعد از جس D6 شاه اینجا سفید فیلو میذاره D5 و شاه میاد برای رخ
بازی ها خیلی طولانی هستن، نمیخوام خیلی هم تفسیر کنم خیلی طولانی بشه. اینجا دیگه سفید کاملا برنده هستش، فقط هدف این بود که اون صحنه اشتباه رو نشون بدیم از بازی چهارم و سفید به چهار پیش رو هم انجام میده، رخ برمیگرده به E7 اون رو میزنه و سفید پیاده های زیادی جلو هستش، رخ هم تعویض میشن و سیاه کاملا بازنده هستش. شاه نفوذ میکنه به خونه های حساسی میرسه، این پیاده هم میره، رخ G7 این رو کنترل میکنه و بعد از شاه اینجا سفید رخ در جدو میزنه و پیش یه رخ C7 کیش میده، رخو میذاره B7، میخواد شاه رو بذاره E6. حالا جلوی پشت پیاده هم قرار گرفته، بهتر اینجا برای رخ هم پیاده رو میزنه و سفید دو پیاده جلو، کاملا وضعیت برنده هستش. توی بازی های 10 دقیقه هم این دو بازیکن از پس هم دیگه بر نیومدن و کار به بازی های بلیتس کشیده میشه که حالا میریم بازی پنجم رو با هم دیگه میبینیم. و اما بازی های برقاسای 5 دقیقه 3 ثانیه فیشر، بازی اول برقاسا مساوی شد و الان بازی دومه که میشه بازی ششم مچ و گریشوک سفید، بردیا سیاه، هر کدوم ببره برنده مچ میشه. ده 4 ده 5 خیلی برقاسا، اما بازی رو بررسی میکنیم، شاخه کاتالان رو شاهد هستیم که گریشوک تو این شاخه هم تبحر خاصی رو داره، این حرکات رو زیاد وای نمیسیم. اینجا سفید حرکت زیبای ایسه رو بازی میکنه، چون اگر از طرف 4 بزنه با ای میزنه و بعدن از این خونه E5 استفاده میکنه و باقی داستان. سیاه از 3-7 بازی میکنه، سفید فیلو میذاره 3-7، کنترل ستون سی رو به دست میگیره، سفید برتری خوبی رو کسب کرده، این فیلش هم به این قطر میاد و در آینده میتونه کارهای خوبی رو انجام بده. کم کم برتریش رو سفید زیاد میکنه، اینجا سفید برتری خوبی داره، فیلش رو هم به خونه 3-4 میذاره، وزیر B5 خوب رو بازی میکنه، وزیر رو میبره خونه H5، همه چیز برای سفید مهیاست. بردیا پیاده رو میزنه که یه پیاده داشته باشه، سفید پیاده رو پس میگیره و اسبو میذاره 3-3. سفید آماده یه حرکت D5 و پار سیاه خیلی سخته، فیل F6، رخ D1، باز هم حرکت D5، وزیر C8. اینجا صحنه خیلی جالب بازی که گریشوک میتونست رخش رو بذاره 3-1 و در آینده هدف D5 رو داشته باشه و به قول ویشیاناند پوزیسیون خودش میبره این وضعیت رو، لازم نیست کار دیگه ای بکنه. اما گریشوک میره D5 بازی میکنه و دیوونه بازی در میاره، میزنه تو E6، میخواد F7 رو هم بزنه، سفید سیاه باید پس بگیره. سفید بازم وضعش خیلی خوبه، اینجا هم سفید وضعش خیلی خوبه، هی داره وضعش بهترم میشه، ولی یکم سیاه بادن دادن این پیاده یکم امکاناتی رو کسب کرد، هرچند الان فیل E5 هم بازی شد و بعد از وزیر E6 مثلا اینجا اگه سفید رخ D7 رو بازی میکرد بازی تقریبا تموم میشد، چون روی F7 سفید و بعدش رخ A8 هم زیر ضرب سیاه نمیتونه بزنه. خلاصه حالا فیل D4 بازی میشه، کم کم با این E4 مشکلات شروع میشه، سیاه رخو میذاره 3-8، فیلو میذاره 3-4، کم کم خوب بازی میکنه، اسبو برمیگرده 3-6 برای این فیل و این رو میزنه، حالا میشه فیل ناهمرنگ و بعدش سیاه حالا داره خوب بازی میکنه و سفید بخش اعظمی از برتریش رو از دست میده. سیاه اینجا دیگه اعتماد به نفس کافی رو کسب میکنه، سیاه میاد تعویض رخ رو انجام میده و بازی دیگه اینجا روی ثانیه هاست. همونطور که میبینید سفید یکم بهتره، ولی خب سیاه هم وضع اوکی رو داره و کم کم این بازی داره جلو میره. اینجا سفید باید F4 رو بازی میکرد با ایده های F5 و حمله به جناحش، E5 رو بازی میکنه، بعد از فیل E6 کار سفید خیلی سخت میشه، چون سیاه پیاده F3 رو میزنه و اینجا وزیر G4 رو هم بازی میکنه، وزیرها رو عوض میکنه، الان دیگه سیاه طلبکار شده، یه پیاده هم جلوی آخر بازی فیل ناهمرنگ، تنها شانس گریشوک هستش. اما بردیا اینجا تقریبا برنده هستش، خیلی هم خوب بازی میکنه، هی ادامه میدن و اینجا سیاه میخواد شاهش رو به B7 بیاره، بعدش رخ C4 B4 رو بازی کنه، نمیدونم چرا یکم تعلل کردیم، کار رو بالاخره انجام داد، رخ یک سفیدم به دنبال E6. اینجا اگه بردیا B4 رو بازی میکرد میبرد، ولی بازی نکرد، B4 رو اینجا بازی میکنه و اینجا حرکت فیلیسه یکم کار رو برای سیاه سخت میکنه، سیاه اینجا باید حرکت رخی 4 رو میدی تا میبرد، منم دقیقا نمیدونم چرا، ولی خب بعدش سیاه تعدید 3-2 رو داره. به هر صورت اینجا فیل در G4 بازی میشه که اشتباه و بازی رو به تعادل میرسونه و سفید پیاده ها رو میزنه و میاد با رخ این رو میزنه، حالا میشه رخ در برابر فیل و رخ که معمولا مساوی میشه، اگه مگه اینکه بازیکنی که رخ رو داره اشتباه بازی کنه، بازی خیلی طول میکشه، همینجوری تکون میده. بردیای به دنبال نفوذ بود، ولی خب گریشوک این وضعیت ها رو بلده، خیلی آخر بازی مهمی هستش، رخ و فیل در برابر رخ، باید بلد باشین که چجوری مساوی کنین. حالا شاید توی یه ویدیویی در آینده راجع به این موضوع هم صحبت کردیم، ولی خب سفید تکنیک ها رو بلده، نمیذاره شاهش گیر بیفته و توی وضعیت های زوزوان قرار نمیگیره، اینقدر تکون میدن دیگه بازی همینجوری میره. اینجا هم
تکرار تکرار همه وضعیت ها تکرار میشه و اینجا دیگه بیش از 75 حرکت گذشت و داور میاد بازی رو استوب میکنه، این بازی هم مساوی شد. بعد از 6 بازی هنوز نتیجه 3-3 مساویه و نتیجه کار تو بازی های بلیتس 3 دقیقه 2 ثانیه تعیین میشه. حالا بریم بازی های بلیتس رو با هم دیگه ببینیم. بازی اول بلیتس، طبق معمول گریشوک با موری سفید برتری خیلی خوبی رو کسب کرده و اینجا دو تا فیل بسیار نیرومندی رو داره و به خصوص این فیل، حالا وزیرش هم گذاشت به دو و بعدش این سلسله حرکات رو با هم دیگه دیدیم. اینجا آچار رو بازی کرده، دو تا فیل سفید خیلی خوبن، بردیا دانشور به خوبی میاد یکی از رخ‌ها رو عوض میکنه که امکانات سفید رو کمتر بکنه، میزنه و اینجا گریشوک میره وارد یه وضعیتی میشه که فکر میکنه تموم، وزیر رو میذاره F7 وایده فیلی 4 و فکر میکنه بازی تمومه، اما بردیا اینجا یه امکان خیلی خوب رو پیدا میکنه، پیاده رو میزنه و خونه E4 رو هم دفاع میکنه. اما اینجا ساشا گریشوک فیلش رو D5 میذاره، میخواد اینجوری مات کنه، ولی خب سیاه با یه حرکت خوب جواب میده و شاه رو میذاره H6، فعلا از کیش جلوگیری میکنه. سفید خیلی مواظب باشه که حرکات دقیق رو بازی کنه توی این وضعیت، وگرنه اینجا یه پیاده هم عقب وزیر رو میذاره E7 که حرکت خیلی خوبی نیستش و اینجا وزیر D4 یه اوورلوک خیلی بد، سفید اگه وزیر فشت رو میکرد بازی تموم بود با ایده وزیر چشم مات، ولی فیل رو میذاره G2 و الان ورق یهو برمیگرده، بردی ازش بهتر میشه، یه پیاده زده و وزیرم برمیگرده F7. وضعیت خیلی پیچیده هستش، وقت هم کمه، اما بردیا خوبی بازی میکنه و داره وضعیت رو حفظ میکنه. اینجا فکر کنم نوبت حرکت با سفید، بله شاه میذاره H1 و گریشوک اون وضعیت برنده رو خراب کرد و حالا فیلم که میاد E4 سیاه خیلی سریع یه چند تا کیش میده، زمان میگیره و بعد پیاده رو میرونه خونه A4. خیلی حرکات مهم نیست اینجا درست و دقیقشون و اینجا H5 حرکت بد خیلی بد که وزیری دو کیش میده و این پیاده رو هم میزنه و بعد از اینها کار گریشوک تموم میشه. وزیر دیگه وزیر 3-5 آب رو روی آتیش میریزه و وزیرها رو هم عوض میکنه. اینجا دیگه سفید کاملا بازنده هستش و اسب بردیا هم وارد بازی میشه، البته تو بازی نکرده و بعد از G4 آسر رو بازی میکنه و بازی کاملا بازنده هستش. بعد از فیل D5 اسب میاد توی D6، فیل میاد اینجا اسب کیش و اسم میره توی خونه 3-3 و اینجا الکساندر گریشوک تسلیم میشه و به این شکل بردیا دانشور این بازی رو میبره و به مرحله بعدی صعود میکنه و گریشوک حذف میشه و به این شکل بعد از 9 بازی سخت و نفسگیر برنده این بازی هم تعیین میشه و بردیا دانشور میتونه یکی از غولهای شطرنج جهان یعنی الکساندر گریشوک رو حذف کنه و به مرحله بعدی صعود کنه. شاید بهترین نتیجه عمر بردیا باشه این بازی ها و باید ببینیم در دورهای آینده چیکار میکنه. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشین و اگر اینطور بوده لایک رو بزنین. چندین ساعت برای ساخت این ویدیو تلاش کردم، امیدوارم که ویدیو خوبی از آب در بیاد و خوشتون بیاد، نظراتتون رو بنویسین و اگرم تا حالا توی کانال عضو نشدین توی کانال عضو بشین.